رحمان الرحیم، ویدئوی چهارم، فصل 41، هورمون های لوزالمعده و داروهای ضد دیابت، فصل صفحه 242، رسیدیم به داروهای خوراکی ضد دیابت. امروز 6 گروه داروهای خوراکی ضد دیابت نوع 2 در ایالات متحده یافت می شود. محرک های ترشح اینسولین که کیا هستن؟ سولفونیل، یورا، مگلیتینید ها، بگو مگلیتینید ها، مشتقات دیفنیل آلانین، بایگوانیت ها، تیازولیدین دیون ها، مهار کننده های آلفا گلوکوزیدیز و داروهای مبتنی بر اینکرتین و یک آنالوگ آمیلین. قبوله؟ بله. پس اول گفت محرک های ترشح انسولین که خود دیفنیل آلانین مشتقاتش مگلیتین و سولفونیل اورئا هستن. قبوله؟ بعد از محرک های ترشح شماره 2 بایگوانیت ها، بعد تیازولیدین دیون ها، مهار کننده های آلفا گلوکوزیدیز و داروهای مبتنی بر چی؟ اینکرتین و یک آنالوگ آمیلین. قدیمی ترین آنها سولفونیل اورئا ها و یورئا ها و بایگوانیت ها می باشند که معمولا به عنوان داروی انتخابی در درمان آغازین دیابت نوع 2 به کار می روند. گروه های جدید از داروهای محرک ترشح اینسولین با اثر سریع به نام مگلیتینید یا مگلیتیناید داره. مگلیتیناید، بگو مگلیتیناید، یه بار دیگه مگلیتیناید و مشتقات دیفنیل آلانین جایگزین سولفونیل اورئا های کوتاه اثر شده اند. اینا اثرشون سریعه. مگلیتینید و دیفنیل آلانین دریواتیو ها. محرک های ترشح اینسولین، ترشح اینسولین را از سلولهای بتا افزایش میدهند. بایگوانیت ها تولید گلوکوز کبدی را افزایش میدهند. پس اونایی که چیز میکنن، بگو بایگواندن، نه ترشح، یا ترشح از سلولهای بتا را افزایش میدهند، خب ترشح اینسولین ها، یا تولید گلوکوز، یا و همچنین بایگوانیت ها تولید گلوکوز از کبد کم میکنن. تولید گلوکوز، یعنی هم ترشح اینسولین زیاد میکنه و تولید بایگانه تولید گلوکوز رو هم کم میکنه، یعنی گلیکوزلایزیز از بین میبره. آفرین. و تیازولیدین دیون ها مقاومت به اینسولین را کاهش میدهند. پس کار کلی تیازولیدین دیون ها چیه؟ اینه که مقاومت به اینسولین را به گروه کاهش بدهند. داروهای مبتنی بر اینکرتین با افزایش آزادسازی اینسولین و کاهش ترشح گلوکاگون بالا رفتن گلوکوز پس از غذا را مهار میکنند. حالا این کرتینا چی کار میکنه؟ افزایش آزادسازی اینسولین و کاهش ترشح گلوکاگون که قند خون چی بشه؟ بگو؟ کم بشه. بالا رفتن گلوکوز رو مهار میکنن. آنالوگ آمیلین سطح گلوکوز پس از غذا و نیز اشتها رو کاهش میده. اصلا اشتها رو کم میکنه. سطح گلوکوز بگو پس از غذا و نیز اشتها رو کاهش میدهد. مهار کننده های آلفا گلوکوزیدیز سرعت هضم و جذب نشاسته و دیساکاریت ها رو کاهش میدهد. آلفا گلوکوزیدیز اینهیبیتور سرعت هضم و جذب نشاسته و دیساکاریت ها رو کم میکنه. خب این خیلی مهم شد. یه بار دیگه بگیم. سولفونیل اورئا کارش چیه؟ کوتاه اثر محرک ترشح اینسولین. مگلیتینید کارش چیه؟ تولید گلوکوز کبدی رو کاهش میده، محرک ترشح اینسولین هم هست. مشتقات دیفرین آلانی فقط گفت سریعن، اوکی؟ اینکرتین چیکار میکنه؟ افزایش آزادسازی اینسولین و کاهش ترشح گلوکاگون. آمیلین سطح گلوکوز پس از غذا و اشتها رو کاهش میده، اصلا غذا کم میخوره. مهار کننده های آلفا گلوکوزیدیز از سرعت هضم و جذب نشاسته و دیساکارید را چی؟ کاهش میدهند. آلفا گلوکوزیدیز تنظیم آزاد شدن اینسولین در انسان. محرک های آزاد شدن اینسولین کیا محرک آزاد شدن اینسولین هستند؟ وقتی گلوکوز بخوریم یا مانوز بخوریم. گلوکوز و چی؟ مانوز. لوسین، امینو اسید چی؟ لوسین. تحریک وایگ و سولفونیل یورئا. تقویت کننده های آزاد شدن اینسولین به وسیله گلوکوز کیان؟ هورمون های روده ای. آزاد شدن اینسولین به وسیله گلوکوز تقویت می کنند. پپتید شبه گلوکاگون 1 یا گلوکاگون لایک پپتید 1. پپتید مهار کننده گاسترین. گاسترین اینهیبیتور پپتاید. کولسیستوکینین. سکرتین و گاسترین. تقویت کننده های عصبی کیان؟ تحریک بتا آدرنرژی که گفت با بتا بلاکر را بلاک میشه، خب امینو اسید ها و آرژینین هم هستن. کلن تقویت کننده آزاد شدن اینسولین به وسیله گلوکوز.
مهار کننده های آزاد شدن اینسولین کیان؟ کیا مهار کننده آزاد شدن اینسولین هست؟ مهار کننده های عصبی اثر آلفا آدرنرژی کتکل آمین ها را زیاد می کنند. هومورال ها سوماتوستاتین مهار کننده آزاد شدن چی؟ اینسولینه. آلفا آدرنرژی کتکل آمین هم مهار کننده است. داروها دیازوکساید، فنیتوئین، ویمبلاستین و کلچیسین. کلچیسین برای درمان چی بود؟ گوت. درسته. دیازوکساید وازودیلاتوره، فنیتوئین آنتی اپیلپتیکه، ویمبلاستین فکر میکنم که ویمبلاستین داروی ضد نئوپلاسمه، نه؟ ویمبلاستین فکر میکنم آره نگه ویمبلاستین صفحه 522 526 562. ایمیون و فارماکولوژی گفته که نشان داده شده که آلکالوئید وینکا یا همون وینبلاستین از دگرانل شدن مسل ها در محیط آزمایشگاهی به واسطه اتصال به قاعد های میکروتوبول درون سلولی پیشگیری می نماید و از آزادسازی هیستامین و سایر ترکیبات مؤثر بر روی عروق جلوگیری می کند. پس از آزاد شدن چی؟ دگرانل میکنه مسئله رو و از آزادشان هیستامین جلوگیری میکنه، یعنی یه جور آنتی هیستامینه. سایر داروهای سایتوتوکسیک وینکریستین، متوتروکسه و سیتارابین. بعد گفته که نشان داده شده که آلکالوئید های وینکا مثل وینبلاستین دگرانل شدن جلوگیری میکنن. تو ایمیون فارماکولوژی خوب؟ پس یه سر از داروها مهار کردن، مهار کننده های آزاد شدن چی هست؟ اینسولین. قبوله؟ محرک های ترشح اینسولین کیان؟ سولفونیل یوره. مکانیسم عمل، عمل اصلی سولفونیل یوره ها افزایش آزادسازی اینسولین از لوزالمعده است. گوشوارم با گوشواره میخوابم گوشم درد میگیره. با این گوشواره قدیمی ها خوب بود که حالت قفلی داشت، اینا که میخی خیلی بده. عمل اصل سلسلی اوره ها افزایش آزادسازی اینسولین از کیه؟ از کجا هست؟ از لوزالمعده هست. دو مکانیسم اضافی پیشنهاد شدن. یکی این که کاهش سطح گلوکاگون میده. گلوکاگون کارش چیه؟ افزایش گلوکوز میده، درسته؟ گلوکوژن از بین میبره. و بستن کانال های پتاسیم در بافت های خارج لوزالمعده. گفتیم اگه کانال های پتاسیم بسته بشن کلسیم ریلیز میشه و باعث اگزوسایتوزیز اینسولین میشه، درسته؟ خارج چیز که؟ خارج کجا؟ بستن کانال های پتاسیم در بافت های خارج از لوزالمعده. اونجوری به درد نمیخوره که ما تو لوزالمعده این کار لازم داریم. بافت های دیگه چه ربطه؟ نمیدونم. آره نمیدونم. آزادسازی اینسولین از سلول های بی لوزالمعده رو چجوری این کارو میکنه؟ گفته که سولفونیل اوره‌ها به یک گیرنده با تمایل بالا با وزن مولکولی 140 کیلو دالتو متصل می‌شوند که همراه یک کانال پتاسیمی حساس به ATP در سطح داخلی قشاع سلول B یک سلول B می‌باشد. شکل 41.2 کجا بوده؟ همونجاست. اشتباه گفته بافت خارجی لوزالمعده، منظورش همینجاست. احتمال منظورش اگزوکراین اندوکراینه یه همچین چیزی، نمیدونم. به هر حال تو این شکل که ما قبلا خوندیم سولفونیل یورا دراکا بلاک دپولاریزیشن پتاسیم چنل میبستن. قبوله؟ نشاره بده تو شکل پتاسیم چنل کجاست؟ اینجا میبندنش. اوکی. وقت کلسیم چی میشه؟ وارد میشه، باعث اگزوسایتوزیس میشه. قبوله؟ حالا گفته که یک کانال پتاسیمی حساس به ATP در سطح داخلی قشا را می‌بندد. اتصال سولفونیل یوره خروج یون‌های پتاسیم را از طریق کانال مهار کرده و موجب دپولاریزیشن می‌شود. دپولاریزیشن به نام خود یک کانال کلسیمی وابسته به ولتاژ را باز کرده و منجر به ورود کلسیم و آزاد شدن اینسولین از قبل آماده می‌شود، یعنی اگزوسایتوزیس. کار دیگه سولفونیل یوره‌ها
کاهش غلظت گلوکاگون سرم است. تجویز مداوم سولفونیلورا برای بیماران دیابتی نوع 2 باعث کاهش سطح گلوکاگون سرم می شود. این امر می تواند در اثر هایپوگلایسمی دارو دخیل باشد. مکانیسم این اثر سرکوب کننده سولفونیلورا و روی غلظت گلوکاگون ناشناخته است، اما ظاهرا به دلیل تاثیر غیر مستقیمی است که به واسطه افزایش آزادسازی اینسولین و سوماتوستاتین و مهار ترشح سلول‌های A اعمال می کند. سلولای A گلوکاگون میدادن دیگه، یاد مهارش میکنه و قسمت گلوکاگون A همون آلفا کم میشه. آره A یا همون آلفا. اثر بخشی و بیخطر بودن سولفونیلوراها. در سال 1970 گروه دانشگاهی برنامه دیابت UGDP گزارش داد که تعداد مرگ‌ومیرهای ناشی از بیماری قلبی عروقی در بیماران دیابتی تحت درمان با تولبوتامید در مقایسه با بیماران تحت درمان با اینسولین یا بیمارانی که دارونما یا پلاسبو مصرف می‌کنند بیشتر است. به علت اشکالات در طراحی این مطالعه و نتایج آن به طور عمومی پذیرفته نشد. مطالعه در انگلستان تحت UK PDS هیچ تأثیر نامطلوب قلبی عروقی را در بررسی بزرگ به طولانی خود از مصرف سولفونیلوراها نیافت. سولفونیلوراها همچنین به طور گسترده تجویز می شوند و 6 مورد از آنها در آمریکا در دسترسند. جدول 41-6 آنها به طور قراردادی به داروهای نسل اول و دوم تقسیم شدند که به طور عمده از نظر قدرت و آثار جانبی با هم متفاوتند. سولفونیلوراهای نسل اول دیگر به سختی پیدا می شوند و همچنان که داروهای نسل دوم ژنریک می گردند و قیمت آنها کاهش می یابد. ترکیبات قدیمی‌تر احتمالاً از رده خارج می‌گردند. خب حالا ببینید جدول 41-6 سولفونیلوراهایی که تو آمریکا در دسترس هستن. تولبوتاماید، بگو تولبوتاماید با نام تجاری اورینیز. تولازامید با نام تجاری تولینیز. اون وقت گفته دیلی دوز تولبوتامید 0.5 تا 2 گرم، این دیوایدد دوز تولازامید 0.1 تا 1 گرم از سینگل دوز اور اینوایدد اور دیوایدد دوز. اوکی، دیورش داورکشنش 10 تا 14 ساعته ولی طول بوتامید 6 تا 12 ساعته. کلوروپروپامید با نام تجاری دیابینز 0.1 تا 0.5 گرم از سینگل دوز آپ تو 60 آورز دیورشن آف اکشن داره. گیلیبورید یا همون گیلیبنکلامید که اسم تجاریش هست دیابتا یا میکرونیز یا گیلینیز یا پرستاب 0.0125 تا 0.02 گرمه. دیورشن آف اکشنش 10 تا 24 گرمه. گیلیبنکلامید، خب اسم علمیش چیه؟ گیلیبورید. بعد گیلیپیزید با نام تجاری گیلی دیازین آماید یا گلوکوترول دیورش نامکشن 10 تا 24 ساعت. گیلی مپرید، بگو گیلی مپرید با نام تجاری آماریل دیورش نامکشن 12 تا 24 ساعت. گیلی مپرید گیلی پیزید، گیلی بورید، کلوروپروپامید، تولازامید و چی؟ تولبوتامید. حالا حفظش میکنیم. گفته سولفونیلوراهای نسل اول کیا بودن؟ یکی تولبوتامید، یکی کلوروپروپامید و یکی تولازامید. یعنی همه آمیدن تهشون، میبینیم؟ تولبوتامید، کلوروپروپامید، تولازامید. تولبوتامید به خوبی جذب میشه اما به سرعت در کبد متابولیزه میشه. طول مدت اثر اون نسبتاً کوتاهه. نیمه عمرش 4 تا 5 ساعته و بنابراین ایمنترین سولفونیلوراها برای مصرف بیماران دیابتی پیر میباشن. هایپوگلایسمی طولانی به ندرت و اغلب در بیمارانی که داروهای خاص که متابولیست تولبوتامید را مهار کنن مصرف کنه، مثل دیکومارول، مثل اونایی که فنیلبوتازو مصرف میکنن و یا بعضی از سولفونامایدها گزارش شده. فقط دیکومارول فکر میکنم که از آنتیکوگولنت هاست، نه؟ آره، همون کومارول دیمرکاپرول داره. دیکومارول اینجا نیستش. بعد دیکومارول گفته چی؟ فنیل بوتازون چی بود؟ فنیل بوتازون انساید نبود؟ فنیل بوتازون نیست. خوب
بعد همین دیگه. پس طول بوتامید به خوبی جذب میشه، به سرعت هم در کبد متابولیزه میشه، به غیر از که یه دارویی بیاد متابولیزمشو مهار بکنه و طول مدت اثرش هم نسبتاً کوتاه و ایمنترین سولفونیلورا ها طول بوتامیده. قبوله؟ یه چیزی اینجا حتی طول بوتامید گفت گفت ها قبلا فکر میکردن که بیماری قلبی عروقی میده ولی بعد فهمیدن که نه اصلا اینطوری نیست، ربطی نداشته. اوکی؟ طول بوتامید. کلوروپروپامید نیمه عمری برابر 32 ساعت دارد و در کبد به کندی به محصولاتی که پاره‌ای از فعالیت‌های بیولوژیک خود را حفظ می‌کنند متابولیزه می‌شود. تقریباً 20 تا 30 درصد کلوروپروپامید بدون تغییر از طریق ادرار دفع می‌گردد. کلوروپروپامید همچنین با داروهای ذکر شده در بالا در کاتابولیسم اکسیدیتیو کبدی رقابت دارد و تجویز آن در بیماران دچار نارسایی کبدی یا کلیوی ممنوع است. از کلوروپروپامید نیمه عمرش چقدره بگو؟ 2 ساعته؟ از طریق ادرار دفع میشه، با داروهای ذکر شده در بالا در اکسیدیتیو کبدی رقابت دارن و اونایی که نارسایی کبدی دارن بهشون تجویز نکنی. اوکی؟ دوز بیش از 500 میلی گرم روزانه کلوروپروپامید خطر یرقان یا یوندیکو بیشتر میکنه. دوز نگهدارنده متوسط اون 250 میلی گرم دیلیه که به شکل دوز واحد صبح ها مصرف میگردد. واکنش های هایپوگلایسمی طولانی ناشی از مصرف کلوروپروپامید خصوصا در بیماران مسن‌تر شایع، ولی گفت طول بوتامید خیلی خوبه برای اونا که کیان دیابت دارن و پیرن. اوکی؟ دیابتی های پیر برشون خوبه. چرا؟ چون هایپوگلایسمی به ندرت میداد، به هایپوگلایسمی طولانی به ندرت و در اغلب بیماران که داروهای خاص فقط مصرف میکنن. اما کلوروپروپامید واکنش های هایپوگلایسمی طولانی میده و در بیماران مسن شایع تره که در آنها درمان با کلوروپروپامید باید با احتیاط ویژه همراه باشد. بیماران دارای زمینه چی؟ ژنتیک که کلوروپروپامید مصرف میکنن ممکن است در هنگام مصرف الکل به طور همزمان دچار برافروختگی و گرگرفتگی شوند. هایپوناترمی یعنی سدیم کم بشه ناشی از رقیقی شدن یا همون دیلیوشنال به عنوان مشکلی برای بعضی بیماران تحت درمان با کلوروپروپامید مطرح است. عوارض خونی لوکوپنی موقت و ترومبوسایتوپنی هم در کمتر از 1% از بیماران اتفاق میافتند. تولازامید از لحاظ قدرت با کلوروپروپامید قابل قیاس است ولی طول مدت اثر آن کوتاه‌تر از کلوروپروپامید است. تولازامید از دیگر مشتقات سولفونیلورای کنتر جذب می‌شود و اثر آن بر روی غلظت گلوکوز تا چندین ساعت به روز نمی‌کند. نیمه عمر تولازامید 7 ساعته. تولازامید به چندین ماده که دارای آثار هایپوگلایسمیک هستند متابولیزه می‌شه. اگر بیش از 500 میلی گرم تولازامید در روز احتیاج باشه، این دوز باید تقسیم شده و 2 بار در روز داده بشه. سولفونیلوراهای نسل دوم. نسل دوم به علت آثار جانبی و تداخل دارویی کمتر در ایالات متحده بیش از داروهای نسل اول نسخه می شوند. این داروهای سولفونیلوراهای قوی گلیبورید، گلیپزید، گلیمپرید باعث در بیماران مبتلا به اختلالات قلبی عروقی یا افرادی که هایپوگلایسمی در آنها می تواند بسیار خطرناک باشد با احتیاط تجویز شوند. اول از همه گلای بورید در کبد به فراورده‌های با اثر هایپوگلایسمیک بسیار ناچیز تجزیه می‌شود. دوز اولیه گلای بورید 2.5 میلی گرم در روز یا کمتر است و دوز نگهدارندش 5 تا 10 میلی گرمه و به شکل دوز منفرد صبحانه مصرف میشه و دوزهای نگهدارنده بیش از 20 میلی گرمی در روز توصیه نمیشوند. اخیراً گلای بورید با فرمولاسیونی به صورت میکرونیزه به نام گیلینیز پرستاب در قرصهایی با مقادیر مختلف عرضه شده است. قبوله؟ گلی بورید ببینی اینجا گفت گیلینیز پرستاب میکرونیز گیلینیز پرستاب. اسم گلی بورید همون گلی بنکلامیده که ایران هم خیلی مصرف میشه. پس دوز اولیش 2.5 میلی گرم در روز یا کمتره. دوز نگهدارندش چقدره؟ 5 تا 10 میلی گرم روزانه به شکل دوز منفرده در صبحانه مصرف میشه. اوکی؟ بعد اینم همین، اسمش هم ایناست. با این حال سوالاتی درباره دوز معادل آن وجود دارد و لذا FDA توصیه می کند تا به هنگام تغییر رژیم درمانی از گلای بورید یا همون گلی بنکلامید معمولی یا از سایر سولفونیلوراها به این نوع دقت کافی مبذول گردد. عوارض جانبی گلای بورید یا همون گلی بنکلامید به جز توانایی ایجاد هایپوگلایسمی
به جز توانایی ایجاد هایپوگلایسمی عوارض جانبیش ناچیز است. به ندرت برافروختگی به دنبال مصرف اتانول گزارش شده است. این ترکیب کلیرانس آب آزاد را کمی افزایش می‌دهد. گلایبورید خصوصا در موارد نارسایی کبدی و در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی ممنوع می‌باشد. بعد گلایپیزید. بگو گلای پیزید یا گلای پیزاید بهتره بگیم، نه گلای پیزاید. آره گلای پیزاید. گلای پیزاد در میان داروهای ضد دیابت قوی دارای کوتاه‌ترین نیمه عمر است، 2 تا 4 ساعت. چرا؟ چون گلای پیزاد پیزیش پیزید 2 تا 4 ساعت نیمه عمره کوتاه. برای داشتن بهترین اثر بخشی در کاهش هایپوگلایسمی یا پس از غذا، این دارو باید 30 دقیقه قبل از صبحانه مصرف شود. اوکی؟ چون اگر دارو با غذا مصرف شود، جذب سریع آن به تأخیر میافتد. دوز اولیه پیشنهادی روزانه 5 تا 15 میلی گرم است که به صورت دوز منفرد روزانه مصرف می شود. هرگاه دوزهای بالاتری در روز احتیاج باشد، باید مقدار آن تقسیم شده و قبل از غذا مصرف شوند. حد اکثر دوز پیشنهادی روزانه 40 میلی گرم می باشد. حد اکثر دوز چقدره بگو؟ 40 میلی گرم. هرچند برخی مطالعات نشان دادند که حداکثر اثرات درمانی با دوز 15 تا 20 میلی گرمی حاصل می شود. فراورده آهسته رهش آن اسمش از گلوکوترول ایکس ال با تکدوز روزانه در صبح حداکثر 20 میلی گرم پر دی می تواند کارایی مناسبی در 24 ساعت داشته باشد. با این حال به نظر می رسد که این فرمولیشن که دارای استعداد کمتر جهت هایپوگلایسمی شدید در مقایسه با گلایبورید است، هیچ مزیت قابل نمایش درمانی در مقابل آن که به صورت داروی ژنریک قابل تهیه است ندارد. گلایپیزید به علت نیمه عمر کوتاه ترش نسبت به گلایبورید تمایل کمتری به ایجاد هایپوگلایسمی شدید دارد. گود گلایپیزید به علت چی نیمه عمر کوتاه ترش نسبت به گلایبورید، چون 2 تا 4 ساعته، تمایل کمتری به ایجاد هایپوگلایسمی شدید داره. پس کسی که حملات مکرر هایپوگلایسمی داره بایستی چی بگیره؟ گلایپیزید بگیره. حداقل 90% گلایپیزایدها در کبد به مواد غیر فعال تبدیل می شوند و 10% آن بدون تغییر در ادرار دفع می گردد. بنابراین درمان با گلایپیزاید در بیماران دچار نارسایی کبدی یا کلیوی که در معرض خطر شدید هایپوگلایسمی قرار دارند ممنوعه، چون با کبد متابولیسم میشه و بدون تغییرم در ادرار چی دفع میشه. بعد گفته گلای مپراید. بگو گلای مپراید. گلای مپراید توسط FDA بورد تایید قرار گرفته است و برای مصرف یک بار در روز به تنهایی یا همراه با اینسولین تهیه شده است. این دارو برای کاهش قند خون کمترین دوز را در بین سولفونیلورئاها دارد. یک دوز منفرد روزانه 1 میلی گرمی مؤثر بوده و بیشتر از 8 میلی گرم در روز توصیه نمی شود. طول اثر داروی گلایمپراید طولانی بوده و نیمه عمری معادل 5 ساعت دارد که اجازه مصرف یک بار در روز را می دهد و به همین دلیل پذیرش آن از طرف بیمار بهتر صورت می پذیرد. گلای میپراید به طور کامل در کبد به مواد غیر فعال متابولیزه می شود. اما محرک های ترشح اینسولین پس تموم شد. سولفونیلورئاها نسل اول و دوم تموم شد. محرک ترشح اینسولین بعدی اسمش هست مگلیتیناید. بگو مگلیتیناید. مگلیتیناید ها گروه جدیدی از داروهای محرک ترشح اینسولین هستند. رپاگلیناید. چی؟ رپا گلیناید. من اینجا بنویسم که ایشون یک بار در روز 1 میلی گرمی کمترین دوز اورگا دارد. قبوله؟ اینجا گفت گلیناید به طور کامل در کبد متابولیزه میشه و دو مرتبه مونن که نارسایی کبدی دارن نه از سولفونیلورئاها، پس همه مدلش رو بگیرم. رپاگلیناید نخستین عضو این گروه در سال 1998 توسط FDA از مگلیتیناید ها مورد تایید قرار گرفت. این داروها به وسیله تنظیم خروج پتاسیم از کانال های پتاسیمی آزادسازی اینسولین را از سلول های بتا یا همون بی تعدیل می کنند. در مورد سطح مولکولی تاثیر این داروها با سولفونیلورئاها هم پوشانی وجود دارد. مگلیتیناید ها در 2 جایگاه اثر با سولفونیلورئاها مشترک بوده و 1 جایگاه اثر منحصر به خود دارند. آغاز اثر رپاگلیناید بسیار سریع است. اون ستاپ اکشنش بگو.
چیه اون فوتوفکشنش؟ خیلی سریعه و حداکثر غلظت پلاسمایی و تاثیر آن تقریبا یک ساعت پس از مصرف حاصل می شود، اما طول اثر آن 5 تا 8 ساعت می باشد. این دارو توسط سایت کروم تیر ای فور کبدی با نیمه عمر یک ساعت پاکسازی می شود. به دلیل آغاز سریع اثر و طول کوتاه تاثیر آن، از این دارو در کنترل قند خون پس از غذا استفاده می شود. مصرف آن درست پیش از صرف غذا و به میزان 25 صدم تا 4 میلی گرم حد اکثر دوز 16 میلی گرم پر دی توصیه می شود. در صورتی که صرف غذا به تأخیر افتد یا فاقد مقادیر کافی کربوهیدرات باشد، خطر هایپوگلایسمی وجود خواهد داشت. این دارو یعنی رپاگلیناید در اختلالات کبدی کلیوی باعث با احتیاط تجویز شود. رپاگلیناید می تواند به تنهایی یا همراه با بایگوانیدها تجویز شود. سولفور در ساختار آن به کار نرفته است، لذا از آن میتوان در دیابتی های نوع 2 که نسبت به سولفور یا سولفونیورا آلرژی دارن استفاده کرد. چه جاله. پس دیابتی های نوع 2 به نسبت به سولفور، اونایی که به سولفور، اونایی که دیابت نوع دارن، اونایی که به سولفور آلرژی دارن، چون رپاگلیناید بدیم. چرا؟ چون رپاگلیناید ها رپ میخونن و به سولفور ندارند. رپاگلیناید از مگلوتیناید ها. این رپاگلیناید بدون سولفونیورا آخرین داروش چی بود اسمش؟ گلیمپراید، گلیپیزاید، اوکی و چی؟ گلیبوراید. محرک های ترشح اینسولین از مشتقات دیفنیل آلانین، ناتگلیناید. انگلیسیشو داره؟ بله، ناتگلیناید. بگو ناتگلیناید گفته 60 تا 120 میلی گرم بی فور میل. رپاگلیناید با اسم تجاری پرندین 25 صدم تا 4 میلی گرم بی فور میل. هالف لایفش یه ساعته. رپاگلیناید گفته مگلیتینید ها دو دان، میبینی؟ یکی رپاگلیناید، یکی نتگلیناید. خب چجوری حفظشون کنیم؟ الان اینجا میگه که نتگلیناید از مگلیتینیت ها، میبینی؟ بله، داره جزء مشتقات دیفنیلالانین بحثش میکنه. از اشتباه گفته. نتگلیناید مشتق دیفنیلالانینه، از مگلیتینیت ها نیست. ناتگلیناید که مشتق از دیفنیل آلانین است. مشتق چیه از دیفنیل؟ آلانین است. آخرین داروی محرک ترشح اینسولین است که از نظر بالینی در دسترس قرار گرفته است. این دارو آزادسازی بسیار سریع و موقتی اینسولین از سلول‌های بیرا از طریق بستن کانال پتاسیم حساس به ATP تحریک می‌کند. همچنین آزادسازی ابتدایی اینسولین در پاسخ به تست تحمل گلوکوز داخل وریدی را به طور نسبی باز می‌گرداند. آزادسازی ابتدایی را به طور نسبی باز می‌گرداند. این مسئله ممکن است مزیت قابل ملاحظه این دارو باشد، زیرا دیابت نوع 2 با از دست رفتن این پاسخ ابتدایی اینسولین همراه است. از سرگیری ترشح طبیعی تر اینسولین ممکن است آزادسازی گلوکاگون را در اوایل صرف غذا سرکوب نماید و موجب تولید کمتر گلوکوز درونزاد یا کبدی گردد. ناتگلیناید ممکن است ممکن است نقش خاصی در درمان افراد با هایپرگلایسمی آیزوله پس از غذا داشته باشد، اما برای سطوح گلوکوز طی شب یا هنگام گرسنگی اثر ناچیزی دارد. قبوله؟ ناتگلیناید این به هنگامی که به تنهایی یا در ترکیب با داروهای خوراکی غیر محرک ترشح از قبیل متفورمین داده شود مؤثر می باشد. برخلاف سایر محرک های ترشح اینسولین، تیتریشن دوز لازم نیست. ناتگلیناید درست قبل از وعده‌های غذایی مصرف می شود. این دارو ظرف 20 دقیقه پس از تجویز خوراکی جذب می شود و زمان رسیدن به حد اکثر غلظت آن کمتر از یک ساعت می باشد. دارو در کبد از طریق سایتوکروم 2C9 و 3A4 متابولیزه می شود و دارای نیمه عمر چقدر است؟ بگو 1.5 ساعت است. طول اثر کلی آن کمتر از 4 ساعت می باشد. ناتگلیناید پاسخ ترشحی اینسولین به گلوکوز را تقویت می‌کند، اما در حضور قند طبیعی خون تأثیر بسیار اندکی دارد. میزان بروز هایپوگلایسمی ممکن است در بین تمام داروهای محرک ترشحی اینسولین از همه کمتر هایپوگلایسمی میده ناتگلیناید، و این دارو دارای این مزیت است که در افراد مبتلا به کاهش شدید عملکرد کلیوی هم بی‌خطره. قبوله؟ همونا که کاهش شدید دارن مزیت داره، هم
تاثیر بسیار اندکی داره روی چی؟ هایپوگلایسمیا و در ترینان ترانسفرش مهمه. قبول؟ آها. حالا شکلشو ببین، فنیلالانینشو. این فنیلشه اون ته، اوکی؟ بعد به کربن کربن کربوکسیل آمین وصله، درسته؟ بعد بریم سر بای گوانیت ها. سر کیا بگو؟ بای گوانیت ها. چند صفحه دیگه مونده؟ خسته نشدی؟ نه دیگه، نیم ساعت شد، اذیت نکن لبامو. ببین خوش شد از بس تون تو هر سده.